سلام به شما بیننده های عزیز و محترم. در ادامه بحث سیاست های حکیمانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در صفحه 142 کتاب اسلام و سیاست میخونیم که پس از کشته شدن عثمان ابن عفان، مسلمانان با امیر مؤمنان علی علیه السلام بیعت کردند، به جز شماری از منافقان که از بیعت کردن سر باز زدند. اما امیر مؤمنان علی علیه السلام آنها را مجبور به بیعت نکرد. برخی صحابه خواستند آن عده را به بیعت کردن وادارند و در این باره از امیر مؤمنان علی علیه السلام اجازه طلبیدند، لیکن امام علیه السلام پاسخ منفی داد و درخواست آنان را به شدت رد کرد تا بدین ترتیب به آزادی اسلامی جامعه عمل بپوشاند و منطق سخن را و سخن منطقی را بر کرسی بنشاند، نه سخن شمشیر و منطق زور را. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار آورده است: پس حضرت علی علیه السلام به مسجد رفت و مردم با او بیعت کردند و سعد بن ابی وقاص را آوردند. حضرت به او گفت بیعت کن. گفت تا مردم بیعت نکنند بیعت نمی کنند. حضرت فرمود رهایش کنید. ابن عمر را آوردند و گفتند بیعت کن. گفت تا مردم بیعت نکنند بیعت نمی کنند. حضرت فرمود ضامن برایم بیاور. گفت ضامنی ندارم. اشتر گفت اجازه دهید گردنش را بزنم. حضرت فرمود رهایش کنید، من خودم ضامن او هستم. انصار بیعت کردند بجز شماری اندک، نظیر حسان ابن ثابت و کعب ابن مالک و دیگران که همگی طرفدار عثمان بودند. واکنش امیر مؤمنان علی علیه السلام در برابر این مخالفت ها و سربرتافتن ها چیزی جز نصیحت و دعوت به حق نبود. علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار به نقل از ارشاد آورده که چون سعد و دیگران از امیر مؤمنان علی علیه السلام کناره گرفتند و از بیعت با او خودداری ورزیدند، حضرت حمد و ثنای الهی را به جای آورد و آنگاه سخنی ایراد کرد و از جمله فرمود سوگند به خدا که خصم را نصیحت می کنم و داد مظلوم را می ستانم. از سعد و ابن مسلمه و اسامه، عبدالله و حسان ابن ثابت خبرهایی به من رسیده است که خوشایند من نیست و داوری میان خود و ایشان را به خدا وامی گذارم. و این تمام عکس العمل امیر مؤمنان علی علیه السلام در برابر کسانی است که بی هیچ دلیل و منطقی از بیعت با او سر باز زدند. اینجاست که آزادی اسلامی از سوی یک فرمانروای عادل اسلامی خود را نشان می‌دهد. منطق سخن و شمشیر منطق، نه منطق شمشیر. زبیر و طلحه با توده مسلمانان با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. اما وقتی دیدند که حضرت از دادن حقوق از بیت المال بین آن دو و سایر مسلمانان فرق نمی‌گذارد و همچنین با درخواست ایشان مبنی بر واگذاری حکومت بصره و کوفه به آنها موافقت نکرد، علتش هم این بود که امام علیه السلام از توطئه و تبانی میان آن دو با معاویه در این خصوص مطلع بود. از امیر مؤمنان علی علیه السلام اجازه خواستند که به عمره روند. حضرت علی علیه السلام می دانست که طلحه و زبیر قصد عمره ندارند، بلکه در پی پیمان شکنی و جنگ افروزی هستند. اما با این حال به آن دو اجازه رفتن داد تا آنکه نشان دهد رئیس کشور آزادی شکوهمند اسلامی را پاس می دارد. زمانی که آن دو از حضرت اجازه خواستند برای عمره خارج شوند، به ایشان فرمود به خدا سوگند که شما قصد عمره ندارید، بلکه آهنگ بصره دارید. همچنین زمانی که خبر اجازه طلبیدن طلحه و زبیر برای رفتن به عمره را به ابن عباس می داد، فرمود و من با آنکه می دانم نیت خیانت و عهد شکنی در دل دارند به آنها اجازه دادم و از خداوند در برابرشان یاری می طلبم. به زودی خدا نیرنگ آنها را دفع خواهد کرد و مرا بر ایشان چیره می گرداند. ابن ابی الحدید در شهر نهج البلاغه
آنجا که به ذکر برخی از احوال شریح می‌پردازد می‌گوید با آنکه شریح در بسیاری از مسائل فقهی با علی علیه السلام مخالفت می‌کرد و این مسائل در کتاب‌های فقها آمده است، معذالک حضرت او را بر مسند قضا ابقا کرد. یک بار حضرت علی علیه السلام بر او خشم گرفت و وی را از کوفه بیرون کرد، اما از منصب قضا عزلش ننمود، بلکه منصب قضای روستای نزدیک کوفه را به او داد و شریح مدتی در آنجا بود تا آنکه حضرت از وی راضی شد و به کوفه او را بازگردان. پس از آنکه کار بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام تمام شد و توده مسلمانان بیعت کردند، حضرت دست به کاری زد که در تاریخ بیمانند بود. ابن شهرآشوب در مناقب به نقل از راغب از عمار ابن عباس آورده است که چون حضرت علی علیه السلام بر منبر رفت به ما فرمود برخیزید و به میدان صفوف جمعیت روید و صدا زنید آیا کسی هست که ناراضی باشد؟ و مردم از هر سو فریاد زدند بار خدایا ما از رسول تو و پسر عمویش راضی و تسلیم و فرمانبردار آنان هستیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام خلیفه حقیقی منصوب از جانب خدای متعال است. با این حال در ابتدای کار از پذیرفتن بیعت سر باز می‌زند تا بعداً کسی نگوید بیعت با زور و اجبار صورت گرفت. بعد هم که مردم آزادانه با ایشان بیعت می‌کنند و کسانی را هم که بیعت نکردند مجبور به بیعت نکرد، باز دستور می‌دهد که میان صفوف مردم بروند، شاید کسی باشد که ناراضی و بیمیل است و امیر مؤمنان به او آزادی بیعت و پیمان و گفتگو و بحث دهد. این چه آزادی حیرت انگیزی است در اسلام که شخص اول مملکت پس از اتمام بیعت به کار می‌بندد. آری، این آزادی از ویژگی‌های اسلام عزیز است. بیننده برنامه ما در قسمت بعد هم باشید. در پناه امام زمان علیه السلام محفوظ باشید.